به نام خداوند بخشنده مهربان، درود فراوان بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز در سراسر جهان. همیشه و همواره در یاد شما و فکر شما و ذکر پروردگار این هفته‌ای که گذشت همواره زندگی ما با شما بستگی پیدا کرده، اما بایست به استحضار مبارکتون برسانم که این شاید یکی دو هفته دیگه هم بتوانم ادامه بدم و بعد برای مدتی این مثنوی تأخیر خواهد شد و آخرین ترانه ما شاید همین ماه باشد و در سال جدید باید فکر جدیدی کرد و طرح جدیدی رو داشت و امید بهتری رو داشت به زندگی. این است که من از همه شما بینندگان عزیز، از اون همه مهر و محبت و لطفی که نسبت به این مرکز و به فعالیت‌های ما داشتید تقدیر و تجلیل می‌کنم و بالاخره از برای هر ابتدایی یک آخری هست و از برای هر حرکتی هم یک سکون و سکوتی هست. این است که شاید یک هفته تا دو هفته دیگر با شما باشیم و شما را و دوستان را و بستگان را به خدای متعال می سپاریم، اون چه که خدا بخواهد اون بشود انشاءالله. هفته گذشته غزلی را تصمیم داشتم که از کتاب دیوانی را که خودم توفیق داشتم اون را تهیه کردم بخوانم و الان اون غزل را پیدا کردم و دلم می خواد این را از برای شما بخوانم و فکر مرا در این غزل کم و بیش توجه بفرمایید و ببینید به نظر شما چگونه است. کجا توان ز جمال تو چشم پوشیدن؟ ای ایران عزیز، ای میهن بزرگ ما ایران و ای کشور اسلامی ما، کجا توان ز جمال تو چشم پوشیدن که دیده را ز رخت نور شوق بخشیدن. دیده ما نور اشتیاق دیدار تو را نور می بخشد به دیده ما. کجا توان ز جمال تو چشم پوشیدن که دیده را ز رخت نور شوق بخشیدن. ز اشک چشم که سیلاب کرده در راحت، بترس اگر بودت فکر خوب خوابیدن. اگر فکر خوابیدن راحت را داری، از اشک چشم کسانی ری که تو بهشون ستم کردی بترس. ز اشک چشم که سیلاب کرده در راحت، بترس اگر بودت فکر خوب خوابیدن. برای بلبل افتاده، برای بلبل افتاده حبس کنج قفس، علاج باید ورنه چه سود گل چیدن. بلبل را در قفس بذار، براش هی گل هدیه ببر. برای بلبل افتاده حبس کنج قفس، علاج باید ورنه چه سود گل چیدن. از اون کتاب محبت که پیر در برداشت، نخوانده ایم به جز درس عشق ورزیدن.
نخوانده ایم به جز درس عشق ورزیدن. هر آنچه پیر نصیحت کند ز دل بشنو. دوستان که نصیحتت میکنن بشنو. هر آنچه پیر نصیحت کند ز دل بشنو، که کار بی خردان است پند نشنیدن. قبول مردم روشن دل است گفته دوست، که واجب است کلام درست سنجیدن. ببوس اون لب چون لعل و یاد مهدی کن، که گفته اند حرام است دست بوسیدن. هفته گذشته دوستانه و انتقاد صحیح و مثبت، نه انتقاد منفی و خراب کن، انتقاد با استدلال، گفتیم که دیگر زمان دست بوسیدن از برای معنویات و قدسیات نیست. کسی را مقدس در زندگی خودتون ندانید، خودتون را تقدیس کنید، فکرتون را مقدس بدانید، عملتون را پاک و منزه بدارید، نه دست کسی را بوسیدن، ولو این که یک مقامی به شما داده است. مقامی نداشتی و به تو مقام دادن، دست نبوس، چون توهین میکنی به انسانیت، توهین میکنی به اسلامی که تعلیم داده المؤمن عزیز. مؤمن عزیز است، کسی که ایمان به خدا داره و ایمان به ائمه اطهار داره و عقیده داره، خودش را باید عزیز بدانه. ببوس آن لب چون لعلو یاد مهدی کن، که گفته است حرام است دست بوسیدن. این شعری بود که هفته گذشته قصد داشتم از این کتاب اون را بخوانم از برای شما، متاسفانه پیدا نکردم و این هفته برای شما خواندم تا قدر زندگی را در این دروزه دنیا بدانید. امروز صبح من داشتم فکر میکردم که انسان وقتی از خواب برمیخیزه، شستشو میکنه، وضو میگیره، غسل میکنه، شاور میگیره، تمیز میکنه خودشه و چند دقیقه در درگاه الهی به عبادت و تفکر و نماز میایسته، ایاک نعبد و ایاک نستعین میگوید، با تو و برای تو عبادت و ستایش می کنیم و از تو کمک در زندگی می خواهیم. به خدا خطاب می کنه در سوره الحمد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این را می گوید. صبح که برمی خیزید، نماز که می خوانید، ایاک نعبد و ایاک نستعین در زندگی خودتون پیاده کنید. فکر میکردم که این انسان 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت خوابید. خواب هم مانند از دنیا رفتن است. فرقش اینه که در خواب ما بر میگردیم، ولی وقتی که روحمون از بدن بیرون میاد دیگه بر نمیگردیم، و الا خواب هم یک نمونه از رفتن از این دنیاست. میریم دوباره میاییم، و بعضی هم اصلا از خواب دیگه بیدار نمیشن، بعضی هم اصلا بیدار هستن و خوابن. الناس و نیام اذا ما تو انتبهو، پیغمبر اکرم میفرماید بسیاری از مردم خوابن در زندگی، وقتی که مردن تازه بیدار میشن و میبینن هو چه غفلتی کردن در این زمانی رو که در دنیا بودن. این است که صبح که بیدار شدم فکر کردم این چند ساعتی رو که خوابیدم، قبل از خواب من چه کار کرده بودم، چه چیزهایی رو خورده بودم، چه حرفهایی رو زده بودم، چه کتابهایی رو خونده بودم، چه مطالبی رو شنیده بودم، دیده بودم،
وقتی خوابیدم صبح پا شدم همه اونها دیگه خیال بود، همه اونها یه چیزای حافظه‌ای در مغز آدم اگر دستگاه مغزیش خوب کار بکنه، اگر دستگاه مغزش و فکرش و عقلش و خردش سالم باشه و مغزمون را به وسائل مختلف در این دو روزه دنیا خراب نکردیم، آلوده نکردیم، اگه درست باشه اون چه که دیده در روز گذشته، در هفته گذشته، در ماه گذشته، در سال گذشته همش یک خواب و خیال بوده. انما حیات الدنیا لهو و لعب، چندین بار در قرآن کریم آمده این جمله که دنیای ما یا لهو و لعب آمده بعض اوقات و بعض اوقات هم لعب و لعب، بازی و بیهوده. این دنیای ما اون خوشیهاش همش خیال باقی میمونه از آدم، اون لحظه ایری که حالا شما بهترین غذاها رو، خوشمزه ترین غذاها رو میخورید، وقتی که تموم شد اگر نون پنیر خورده بودید همون بود، و اگر بهترین غذاهای گرمه، گوشتهای درجه یک و مرغهای متنوع و برنجهای بسیار عالی، همه اینا رو که خوردید تموم شد، بقیهش دیگه خیالاته، بقیهش دیگه حافظه میشه، چیزی نیست که بتونید دیگه دست بزنید بهش، ببینیدش، بشنوید از او، تموم میشه. و برای این خیالات و برای این اطلاعاتی که میمونه اینقدر ما داریم جوش میزنیم، حرص داریم، طع داریم، حسد داریم، کینه داریم، انتقام میگیریم، غیبت و تهمت میزنیم برای این خیالات، برای این تصورات، هفته گذشته بود یا دو هفته قبل بود که داستان عمرو عاص را در میدان صفین برای بینندگان صحبت می کردم و یکی از دوستان از دبی تلفن کردن و گفتن این داستان که عمرو عاص برای حفظ جان خودش بدن خود را لخت کرد که شمشیر مولا امیرالمؤمنین از او دفع بشه، حضرت شمشیر به او نزنن و اون نکشن، خودش را لخت کرد. این داستان را گفتم، یکی از دوستان از دبی تلفن کرد گفت در کدام کتاب این داستان آمده. من به ایشون عرض کردم اون چه که یادم هست در کتاب شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه 4 جلد در اونجا آمده. بعد با یکی از دوستان صحبت می کردم، حضرت آیت الله قزوینی در ایرواین، دانشمند محترم، این داستان رو گفتم. ایشون شعری از متنبی، اون شاعر دانشمند 1000 سال قبل در زمان آل بویه در بغداد میزیست، مصر بود و بغداد بود و بهترین شعرها رو در زبان عربی گفته، یک شعر ایشان خوندن و من برای شما بیننده عزیز در دبی این شعر را میخونم که این داستان را در شعر آورده. متنبی ابو طیب اسمش، اسم متنبی ابو طیب بوده. ابو طیب متنبی میگوید لا خیر فی دفع الردا بمذلت، لا خیر فی دفع الردا بمذلت کما ردها یوما به اسوت به سوعته عمرو، کما ردها یوما به سوعته عمرو. عمرو به سوعه یعنی به ما تحت خودش، به بدن خودش، به عورتین خودش حفظ کرد خودش را از اون شمشیری که بر فرقش میخواست بیاد. میگوید متنبی خیری
در دور کردن یک اذیتی ره به وسیله ذلت، یعنی خودت را هیچ وقت ذلیل نکن، هرچند شمشیر بر فرق تو میخواد بیاد. لا خیر فی دفع ردا، خیری در دور کردن ردا یعنی بدی، پستی، اذیت. لا خیر فی دفع ردا به مذلتن. انسان باید توجه داشته باشیم که در قرآن کریم میفرماید و جادلهم بالتی هی احسن، با دشمنت هم که میخوای مجادله کنی، یعنی مناقشه کنی، یعنی صحبت بکنی و حرف خودت را به کرسی بنشونی، باید به وسیله زیبایی، به وسیله حسن، به وسیله عدالت حرف حق خودت را بزنی. و جادلهم بالتی هی احسن، حق را با حق باید ثابت کنی، باطل را هم باید با عدل ثابت بکنی که باطله، نه با دروغ، نه با تهمت، نه با شمشیر، نه با اذیت کردن. حق را با حق ثابت کن و باطل را هم با حق سرکوب کن، با عقل و زبان نیکو سرکوب کن. این فرموده حضرت امیر است، فرموده قرآن است. لذا عمرو عاص از برای جان خودش را حفظ بکنه، شلوارش کشید پایین و عورت خودش نشون داد که حضرت امیر رو برگرداند و کارش دیگه نداشت در میدون جنگ، ولش کرد. به حضرت گفتن یا امیرالمومنین چرا نکشتی؟ این رأس همه شیطنت ها و شرها و تحریکات علیه توست. حضرت فرمود این اینقدر خودش را ذلیل کرد، پست کرد، من شمشیرم به یک همچین آدم کثیفی نباید بخوره. لا خیر فی دفع الردا به مذلت کما ردها یوما به سوعته امرو. استقلال ما میخواییم، اگر میخواییم استعمار را از مملکتمون دور کنیم، با فحش و بدگویی و مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل نمیتونیم اون را انجام بدیم. این ذلت رفع استعمار را باید با عقل و خرد و علم و دانش و قدرت و محبت و سخاوت اون را انجام بدیم، نه با فحش دادن، نه با بدگویی کردن. چقدر من این را بگویم و چقدر شما این خطا را تکرار بکنید در هر کجایی که هستید، اینها خطاست. گمان نبرید که خدای نکرده یک دقیقه شرک به خدا ما داشته باشیم و کارهای بدی را که حکومت اسرائیل در فلسطین انجام میده تحسین کنیم یا چشم پوشی کنیم. یک لحظه حقیقت را ما از نظر خودمون دور نمی کنیم. خانه خراب کردن، دیوار قومیت ساختن و قوم یهود را بر بقیه قوم ها برتر دانستن، همه اینها گناه است، همه اینها بد است، همه اینها قبیح است. اما این قباحت و این گناه را با دلیل و برهان، با عقل و خرد، با فکر و حوصله، با سیاست و زرنگی باید به کار ببریم، نه با هردورم بردورم، نه با میام و میزنم و میبرم و میکنم و خدا پشت ماست. خدا همیشه وسائل را طبق سنت خودش و طبق طبیعتی را که قرار داده، خداوند امور خود، امور مردم را اجرا میکنه و جاری میکنه. ابا الله ان یقضی الامور الا به اسبابها، خدا ابا فرموده یعنی منع کرده، یعنی قبول نداره که امور را انجام بده مگر به اسبابش. هوا میخوای بری در هوا، باید هواپیما داشته باشی، باید هلیکوپتر داشته باشی، باید علم داشته باشی، باید بنزین داشته باشی، باید امکانات داشته باشی، موانع هم نباشه، طوفان نباشه، بارون و برف زیاد نباشه. اینا سنت های الهیه. نمیشه بگی من به امید خدا برفم میاد، تا اونم میاد، کورانم هست، پرواز میکنم، خدا حافظ منه. نه،
خدا حافظ تو نیست. داستان حضرت رسول و اون اعرابی که آمد دیدن حضرت، حضرت فرمودن کو شطرت؟ گفت ولش کردم تو جنگل. حضرت فرمودن همینجوری ولش کردی؟ گفت بله، توکل کردم بر خدا. حضرت فرمودن اول اعقل، پای شطرت ببند، بعد توکل بکن. ای آقایونی که میخواهید قدرت بگیرید، اول باید پای شطرتون رو ببندید، بعد توکل داشته باشید. ای بانوان و ای خانم ها، اگر میخواهید زندگی راحت داشته باشید، عقل و خرد به کار ببرید تا اینکه حقوقتون را در این عهد و زمانه بگیرید. آخه این مردا کیان که به شما دستور میدن این کارو بکن اون کارو نکن؟ به چه مناسبت آقای رئیس جمهور 24 تا وزیر، 22 تا وزیر، اصلا من وزیرهاشم نمیشمارم، تعیین کرده یک دونه بانو، یک دونه خانم دانشمند در کابینه او نیست؟ چرا نه؟ میگه اونا عقلشون کمتره، میگه قدرتشون کمتره، میگه فهمشون کمتره، میگه ارادهشون کمتره. چرا تحقیر میکنید نصف جمعیت مملکت را؟ بهشون حقی نمیدید در کابینه تون؟ چرا باید شما برای اونا قانون بگذرونید؟ چرا باید اونها رو پشت اتوبوس سوار کنید؟ چرا باید بر اونها لباسشون و پوشاکشون و حرکتشون و طلاقشون و خروج از مملکتشون و همه اینا رو شما مردا تعیین بکنید؟ خودشون میگه حق ندارن، میگه عقل ندارن، میگه شعور ندارن، نمیتونن قوانین رو به نفع خودشون و خودشون بذارید اجرا کنن. ملاحظه میفرمایید؟ اینها اسلام واقعی است. اگر اسلام میخواهید، ای بینندگان و ای شنوندگان، امروز دیگه روز تقلید نی. البته در فروع دین، در مسائلی که شما وقت ندارید مطالعه کنید، بانوان آقایان از استاد، از معلم، از امام، از پیغمبر میپرسن، راهنماییشون میکنن، البته صحیحه، اما کورکورانه تقلید نکنید. اون کسی که ورقه اجتهادش را، دکترای خودش را نشون نداده، حق رهبری نداره، حق مرجع تقلید شدن نداره. باید ورقه اجتهاد و ورقه دکترا و ورقه گذروندن اون شرایط لازمه ره باید نشون بده توی تلفزیون بیارید و ورقه اجتهاد آقای خامنه ایره در تلفزیون نشون بدید. کی بود استاد ایشون؟ چه اجتهادی به ایشون داد و چگونه ایشون رهبر شد؟ دوستانه ما میگیم، غرضی نداریم، خدا نکنه یک لحظه ما چشم بد به جمهوری عزیز اسلامی ایران داشته باشیم، و من مخالف تمام این رسانه هایی که بد و بیرا میگن به ایران و همش نشستن خاکروبه جمع میکنن، کثافت جمع میکنن. در هر مملکتی یک قسمت شهر خاکروبه جمع کردنه، اما گل فروشی هم داره، عطر فروشی هم داره، جواهر فروشی هم داره. ایران پیشرفت های خیلی خوبی کرده، ایران در راه، در کمیونیکیشن، در امکانات خیلی پیشرفت کرده، کارخونه ها پیشرفت کرده، همش نشستن هی بدگویی میکنن از ایران، یک بند نشستن مثل این که نذر کردن، کسی صدقه بهشون داده، نذر داده، معلوم نیست از بیورلی هیلز، از کجاست که به اینا پول پیش دادن یه بند به ایران بد بگن. من مخالف با این حرفام، اما در این حال هم انتقاد صحیح، انتقاد مثبت، انتقاد عقلانی و ایمانی و اسلامی میکنیم تا اون آخرش. انتقاد میکنیم از این که دوره ما، زمانه ما، عهد ما از دیروز فرق میکنه، از پریروز فرق میکنه. امروز ما میبایست با بیان نیکو تجربه کشورهای دیگه، چگونه اونها رفتار میکنن، امریکا چه قدرتی هست، اروپا چه قدرتی هست، انگلیس چه جنایت هایی رو کرده، روس چقدر زده، صدمه زده به ما، چطور حالا همه تخم مرغامون رو گذاشتیم تو سبد روسیه، در صورتی که 200 سال ما از زمان تزار و قبل از تزار تا حالا از روسیه صدمه دیدیم، حزب تودری داشتیم. اینا رو فراموش نباید بکنیم. البته نمیخواد با روسیه هم دعوا بکنیم، اما خیالتون نرسه که روسیه یک لحظه منافع کشور خودش را که از امریکا 10 برابر شما استفاده میکنه اونها رو فدا بکنه به اینکه بیاد با شما لاس بزنه.
اگر هر آینه جواب سلام شما رو میده، اول امریکا رو راضی کرده تا جواب سلام شما رو بده. این سیاست جهانیه. چشمتون رو باز کنید ای ایرانیان عزیز، در هر کجا، ای جوانها مخصوصا، ای جوانهای نازنین، سوال بکنید. نه اینکه تظاهرات بکنید، نه اینکه نافرمانی بکنید. اینا میشینن میگن نافرمانی عمومی بشه که پلومر بر اینا درست بکنید بیان دوباره همون بچاپی رو که در زمان گذشته داشتن حالا هم داشته باشن. اینطور نی، نافرمانی نمیخواد بکنید، فرمان خدا رو ببرید. یعنی درتون یک استقلال فکر، درتون یک استقلال روحیه، درتون دانش و علم و فرهنگ باشه. کتاب بخونید، برید مثنوی و سعدی و حافظ و قرآن و این همه کتابای نازنین داریم، بخونید، یاد بگیرید که چگونه یک انسان کامل باشید، یک انسان مؤمن باشید، یک انسان با دیسپلین و پرینسیپل باشید. برای من صحبت میکنن که میخوان ازدواج بکنن، عاشق و معشوق میشن بدون اینکه کار داشته باشن، بودجه داشته باشن، خونه داشته باشن، طرح داشته باشن، زودی میخوان ازدواج بکنن و به امید خدا در آینده زندگی رو درست کنن. اول باید زندگی رو درست بکنی، بعد مسئولیت ازدواج کردن و اولاد داشتن و زندگی کردن و اینها رو داشته باشی. این صحیح نیست که چشمت ببندی عاشق بشی ازدواج بکنی، نه جا داشته باشی، نه کار داشته باشی، نه درآمد داشته باشی به امید خدا. خدا میفرماید لیس للانسان الا ما سعا و سعیه سوف یرا. ما هیچی به انسان نمیدیم مگر اینکه کوشش کنه و سعی کنه، سعیش را هم ما میپاییم، سوف یرا دیدن میکنیم از سعیش، یعنی ورقه کارش میبینیم، رزمیش میبینیم، چه کارها کرده، چه حرفایی رو زده. اخیراً میبینم در این رسانه های تلویزیونی های لس آنجلسی همینجور بد و بیرا به دین و مذهب کپی میکنن اون یارو فتح الله منوچهری، فروده فولادوند، اسم اولش فتح الله بوده، حالا دستور میده که باید همه ایرانی ها اسم عربی خودشونه، تازی خودشونه عرب کنن، وگرنه با ننگ زندگی میکنن، اسماشونو باید عوض کنن. خودش هم همین کار کرده، اسمش فتح الله بوده، منوچهری شده فرود فولادوند، ایرانبان خردمند. برنامه آقای صالح نیا رو تماشا میکردم هفته گذشته، خوب پنبه فولادوند زده. به ما تلفن میکنم میگن آقا یه چیزی درباره این فولادوند بگو. آقای صالح نیا، دکتر صالح نیا حسابی پنبش زد، از اون اول تا آخر حرفایی رو که میزنه، کارایی رو که کرده، شخصیتی رو که بوده، همه رو طرح کرد، خیلی روشن، بی‌غرض، عالمانه، دوستانه به بینندگان شرح داد که این چه حرفای نامربوط میزنه. اینها نیروی عقلانی پریشانی دارن در سیاستشون، در تصمیم گیریشون پریشانی دارن، پریشانی در حرفایی رو که میزنن، با دلیل نی، با برهان نی، با عقل نی، با خرد نی. اینا رو ما توجه بکنیم. این واقعیتی است که من در این دو سال در رسانه آپادانا کوشش کردم بدون غرض و بدون هیچ توقعی و بدون هیچ دست مزدی این مطالب را به نظر شما رسوندم و فکر میکنم که برای مدتی، همونطوری که اول برنامه به استعدادتون رسوندم، برای مدتی این مطالبی که گفتم گوشزد کردم تأخیر بشه دیگه و شما رو به خدا و فکرتون و کتابهایی رو که باید مطالعه بکنید می سپارم. چند نفر از دوستان، حج نزدیک است، برای تشرف به مکه معظمه به مکه دارن مشرف میشن، هفته های آینده ایام حج است و این توفیق نصیب اونها شده. واقعا سفر خیلی خیلی مهمی است، زندگی شما رو عوض میکنه، فکرشون اگر شما با دیده باز برید. ببینید در این زندگی ما اشخاصی هستن که اینا کورن، که چشمشون اصلا هیچی نمیبینه، نور نمیبینه، نوشته و خوندن و دوستان اینا هیچی نمیبینه. یکی اینجور کوره،
یکی کور رنگ، کور فکر، کور شنوایی است. شما به وسیله چشم هم خیلی چیزها رو مثل گوش میشنوید. بعضی هستن color blind بهشون میگن، یعنی کور رنگ هستن، رنگ قرمز نمیبینن، قرمز رو زرد میبینن مثلا، یا سبز رو آبی میبینن. color blind هستن، رنگ واقعی رو نمیبینن با چشمانشون. اگر مکه مشرف میشید از خدا بخواهید که دیده بصیرت بتون بده برای جای خوب و هتل قشنگ و خوراک خوشمزه و کوکاکولا خوردن و اینها مکه نرید. اول خودتون را درست بکنید تا کعبه جان را زیارت بکنید. کعبه دل را زیارت کن که تا حاجی شوی. کعبه گل می روی حاجی شوی، کعبه دل را زیارت کن که تا ناجی شوی، نجات پیدا کنی از این لغزندگی ها، از این چسبندگی ها، از این حوادثی که در این دنیای ما هست، از اینا نجات بکنی، پیدا بکنی. اگر بری به کعبه دل، یعنی با دل آگاه بری به حج، با دل آگاه بری به زیارت مرقد مطهر حضرت رسول و ائمه بقیع، در اونجا اگر امکانات داره از براتون، اگر زبان انگلیسی بلد هستید، اگر زبان عربی بلد هستید، بحث کنید دوستانه با کسانی که اگر بتوانید و اشکالی نداشته باشه به مأمورین عربستان سعودی، به کسانی که دست در کار هستن در اونجا، یه تکونی بخورید، یک حرکتی بکنید، یک چیزی بنویسید که شما ناراضی هستید از این وضعی که اینها نسبت به ائمه اطهار و چهار تا از امامهای بزرگوار و معصوم ماره این شکل مرقد مطهرشون را خراب کردن و خرابه نگه داشتن. این از اسلام بدوره، این از عرفان بدوره، این از زندگی امروزی ما بدوره که انسان اینقدر فکرش پایین باشه و از ابن تیمیه که یکی از آخوندهای هزار سال قبل بوده و یک نظرهای تنگ نظری نسبت به مقبره ها و قبور و اینها داره، اینا از او تقلید میکنن و میگن که قبر را نباید احترام گذاشت بشه. برای چی نباید؟ تو کی هستی که بگی؟ این قانون چیه که درآوردید از خودتون که قبر را نباید احترام گذاشت؟ ما برای دوستمون وقتی که دفن میشه، خب هر هفته، هر سال، هر ماه، خود پیغمبر دعا داره، خود پیغمبر سر مقبره والده ماجده مرحومه حضرت آمنه، خود پیغمبر رفت و زیارت کرد و گریه کرد. قبر حضرت خدیجه رو میرفت زیارت میکرد، قبر حمزه رو میرفت زیارت میکرد. این حرفا چیه درآوردید از خودتون که شیعه ها سر مقبره میرن احترام میذارن؟ البته سر عزیزانمون ما میریم احترام میذاریم، دست گل میبریم، چه گیری داره؟ شما چه کسی هستید که بر ما قانون وضع میکنید؟ شما نمیخواید برید، نرید، دعوایی نداریم با تو، اما ما میل داریم بریم. این حقوق را ما باید حفظ بکنیم، باید توجه داشته باشیم به حقوقمون در این دنیا. حقتون باید گرفتنیه. نقل میکنن که وقتی که انتخابات در انگلستان هنوز بانوان، خانمها، زنها حق رأی نداشتن، این تمدنی رو که میبینید در اروپا و امریکا و اینا هست، اینا اخیرا در اومده، همین 50-60 سال قبل در همین انگلستان زنها حق رأی نداشتن. اینا تظاهرات کردن، مجلس گرفتن، در یک مجلسی نخست وزیر انگلیس را هم دعوت کردن که آقا تو هم بیا بر ما سخنرانی کن. آمد سخنرانی کرد، گفت ای بانوان، حق گرفتنی دادنی نیست. این حق انتخاب کردن و انتخاب شدن شما باید از دولت و از مملکت و از دنیا بگیرید، کسی نمیاد تو جیبتون بذاره. این حقی که شما در ایران میخواهید، حق آزادی، حق داشتن نعمت‌های گوناگون، بانوان، دانشجویان، اینا حقی است که باید بگیرید. باید یخه اون آقایی که ادعا میکنه شما انتخابش کردید، یخش بگیرید و بهش بگید آقا این حق بده، همونطور که با آقای خاتمی در اون سالهای اخیر در دانشگاه گفتید شجاعانه. حقتونه برید تو دانشگاه بگیرید،
حقتون تو اجتماع بگیرید از اون کسانی که نمیگذارن. حق گرفتنیه، حق دادنی نیست. علم گرفتنیه، کسی نمیاد علم را تو جیبتون بذاره. نقل میکنن که میگن بزرگان را که میری، عالمان و دانشمندان را که میری ببینی، زود برو در حضورشون و دیر بیرون بیا از حضورشون. یعنی انقدر در محضرشون باش و استفاده کن، عجله نکن برای اومدن بیرون، استفاده کن از محضرشون. زاحم العلماء برکبتیک، برو و در محضر علما دو زانو بنشین و استفاده کن. زود برو و دیر بیرون بیا. این را در علمتون، در دانشتون، در زندگیتون همیشه استفاده بکنید. استفاده از دانشمندان اقتصادی بکنید. نصف ضررهایی که من در زندگیم کردم مال مشورت نکردن در امور اقتصادی و در امور اجتماعی بوده. مشورت نکردم، به فکر خودم عمل کردم، ضرر دیدم. مشورت کنید خونه رو میخواید بفروشید، مشورت کنید خونه میخواید بخرید، مشورت کنید ازدواج میخواید بکنید، مشورت بکنید اگر در ازدواجتون ناکام هستید تصمیم زود نگیرید، مشورت کنید ببینید منافعتون در چیست، منافع دنیایی، منافع انسانی، منافع ایمانی، اینا در چیست. مشورت بکنید در زندگیتون. نقل میکنن که باخ، اون موسیقیدان معروف آلمان، میخواست موسیقی یاد بگیره. بهش گفتن برای چی میخوای موسیقی یاد بگیری؟ گفت میخوام برم بهشت. ببینید یک هنرمند، یک عاشق هنر، لغت خودش را، خواسته خودش را با چه بیانی نمایان میکنه و شرح میده. میگن موسیقی برای چی میخوای یاد بگیری؟ میگه میخوام برم بهشت. کاری که میخواید بکنید فکرتون همیشه بهشتی باشه، فکرتون معنوی و ملکوتی باشه. نقل میکنن که ملا صدرا وقتی دانشجو در دانشگاه خودش مدرسه درست کرده بود و دانشجو میطلبید، امتحانشون میکرد، ازشون میپرسید برای چی میخوای این علوم رو یاد بگیری، برای چی میخوای بیای تو مدرسه درس بخونی. اگه میگفت برای خاطر مقام، برای خاطر کار، برای خاطر شغل، برای بیرونشون میکرد، راهشون نمیداد. بایست بگن، اعتراف کنن و بدانه که اونها میان درس میخونن برای خاطر علم و برای خاطر دانش و برای خاطر خرد میان درس میخونن، نه برای دیپلم گرفتن. ای جوانان عزیز، درس را برای خاطر علمش بخونید. مدرسه میرید برای خاطر فضیلت برید به مدرسه، سر کلاس مؤدب باشید، نسبت به معلم احترام بکنید، معلمان خودتون را تقدیر بکنید ازشون، چون یک روزی هم انشاءالله شاید شما معلم باشید و توقع دارید که دانشجوانتون به شما احترام بذارن. ما در زندگی، همه بشرها در زندگی مختلف و با اختلاف خلق شدن. خلقناکم اطوارا، در قرآن کریم می‌فرماید و خلقناکم اطوارا، طورهای گوناگون، نوعهای گوناگون، یکی سیاه، یکی زرد، یکی سرخ، یکی سفید، یکی اروپایی، یکی عربه، یکی فارسیه، اینا طورشون اختلاف داره، ولی از نظر نژاد و جنس انسانیت همه مساوی هستن. کلکم من اب واحد و ام واحد، همه پدران ما یکی بوده و مادران ما یکی بودن، از یک نسل آمدیم. اون چی که امروز ما میدانیم، هیچ برتری قومی بر قومی ندارن مگر به پرهیزکاری و تقوا، مگر به اخلاق نیکو، به ثروت و هیکل و لباس و نام ارزش انسان بالا نمیره، به دانش و علم و فضیلت و دیسپلین و آرمانهای صحیح ارزش انسان بالا میره. ترازو اگر بذارن اون وقت سنگین میشه که درش تقوا باشه. و در همه کتاب ها همین آمده، در کتاب بگواتا جیتای
کریشنا آمده، در تورات آمده، در انجیل آمده، در قرآن کریم آمده، در همه اینها میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون که نزدیکتر و کریمتر و بهتر در درگاه خدا هست، اون کسی که نیروی پرهیزکاری، نیروی فضیلتش، نیروی علم و دانشش بیشتره، اونه برید زیاد بکنید در زندگیتون، فکر جمع کردن اون باشید، فکر یادداشت کردن تجربه های خودتون باشید، قلم بردارید برای خودتون کتاب بنویسید. در امریکا 25% میلیونرهای امریکا کتاب نویس هستن. قدر کتاب نوشتن و کتاب خواندن را بدانید. این اطلاعات به شما من مجانی تقدیم میکنم و ازتون توقع دارم که فضیلت داشته باشید، منت سر من بگذارید، عمل بکنید به اونها، یادداشت کنید این مطالب را، یادداشت کنید این شعرهایی که من براتون میخونم. از متنبی این شعر را خوندم، یه شعر زیبای دیگری هم داره متنبی که واقعا خواندن داره. میگوید عزیمت و مزد به کسی میدن که مقامش علا قدر، شعر عربیش این است، علا قدر اهل العزم تأت العزائم، علا قدر اهل العزم تأت العزائم و تأتی علا قدر الكرام المكارم، یعنی به اندازه اون توانایی و ارزش یک کسی که درش نیروی عزیمت و فکر کردن و تصمیم گرفتن و نقش کشیدن و بیان کردن چقدر درش اون نیرو هست، همون قدر هم مزد به او میدن. عزائم یعنی بخشش ها، نتیجه ها، به قدری میدن به اون کسی که دارای یک وزنه صحیح باشه. علا قدر اهل العزم تأت العزائم، به مقدار اون کسی که درش نیروی عزیمت، نیروی تصمیم، نیروی فکر کردن، نیروی اداره کردن چقدر در او هست، همون اندازه به او مزد میدن، به او بخشش میکنن، به او نتیجه میدن. و تأتی علا قدر الکرام المکارم، به مقدار اون کرم و کرامت اون شخص هم مکارم، یعنی چیزهای خوب، به همون اندازه به او میدن. حالا شما اینا رو شنیدید، نگذارید من از این واقعیت بگذرم، برای خاطر اینکه یک لطمه ای زد به حیثیت کشور ما ایران عزیز، که کسی که ادعای رئیس جمهوری میکنه میگه من وقتی رفتم در سازمان ملل یک نوری احساس کرد، اون کسی که مرا میدید میگفت یک نوری دور شما جلوه میکرد. این حرفای سخیف و خرافاتی رو در فکر یک همچین کسی باشه، حالا این بیاد رئیس جمهور ما باشه، این سخافت نیست، این بدبختی نیست، این حقارت نیست. در این عهد و زمان رئیس جمهور ما بیاد در امریکا در سازمان ملل یک نوری فضای او را پر کنه و اون نور موجب بشه که کسی چشمک نزنه وقتی ایشون 23 دقیقه صحبت میکنه. چه صحبتی؟ صحبت میکنه که ما منتظران هستیم. منتظر چی؟ منتظر عقل و خرد خودت باید باشی، نه منتظر باشی که کسی بیاد حق تو رو به تو بده، باید حقت بگیری. منتظر کی هستی؟ منتظر امام زمان هستی؟ امام زمان بیاد به تو چی بگه؟ به تو بگه که باید به فلان شخص یا فلان کشور یا فلان ولی نعمت خودت بیوفایی کنی؟ بیوفایی کنی به اون کسی که ولی نعمت توست؟ ولی نعمت تو ملت ایرانه و به ملت ایران با این حرفهای سخیفانه و با این عدم استحقاق این مقام توهین کردی، بیوفایی کردی. خیلی از بزرگان بودن، مانند بهلول که در بغداد بود، خلیفه به او
حکم قضاوت بغداد رو داد. گفت من قبول نمیکنم. خودش به دیوانگی زد که اون مقام رو قبول نکنه بر خاطر اینکه سزاوار اون مقام نبود. بسیاری از بزرگان، بسیاری از دانشمندان تعریف میکنن که همین زمان اخیر، زمانهای اخیر ما که شاه به فلان کس مقام، به مرحوم راشد مقام ولایت و نایب التولیه مشهد را شاه پیشنهاد کرد که بفرمایید شما بشید نایب التولیه مشهد، و مرحوم راشد قبول نکرد، قبول نکرد و گفت برید از اعلی حضرت. اعلی رفت منزلشون و گفت اعلی حضرت میخوان شما متولی آستان قدس بشید. گفت برید به اعلی حضرت تشکر کنید، بگید من اولا کسالت دارم و ثانیاً اطلاعاتی راجع به اداره یک شهر و یک آستان را ندارم. ملاحظه میفرمایید؟ و همون آقای راشد وقتی که درگذشت نگذاشتن از او تشییع جنازه بکنن، بر خاطر اینکه یک مرد منزه بود، یک فیلسوف دانشمند بود، یک آدم بی خطا و بی اشتباه بود. مرحوم راشد را نذاشتن تشییع جنازه بکنن، نذاشتن براش مجلس ختم بگیرن. اسفا علی یوسف، واقعا حال من به هم میخوره وقتی این مطالب را یادم میاد. علی قدر اهل العزم تأتی العزائم و تأتی علی قدر الكرام المكارم. متنبی میفرماید به مقدار کرامت و فضیلت شخص خداوند به او مزد و جزا و عنایت میکنه، و اگر کسی اون توانایی و اون قدرت را نداره، اون دانش و علم و تجربه را نداره، خدا چیزی به کسی بی خودی نمیده. حضرت امیر یک نصیحتی رو میفرماید و در آخر، در قبل از نصیحت میفرمایند پنج چیز به شما میخوام یاد بدم که از برای آن اگر به دورترین راه بروید برای کسب اون فضیلت سزاوار است. میفرماید لا یخافن الا ذنبه ولا یرجون الا ربه. کسی امید نداشته باشد مگر به خدای خودش، و کسی ترسی نداشته باشد در زندگی مگر از گناه خودش. اینقدر اسم دشمن را نیارید در زندگی. این کسانی که شما را میترسونن، ملت را میترسونن از دشمن خارجی، اینها یا اطلاعات ندارن، یا اینی که میخوان بیخودی شما را از لولو بترسونن که شما را خواب کنن. دیدید که پدر مادر به بچه وقتی میخوان بخوابوننش بهش میگن برو بگی بخواب، اگه نه لولو میاد، لولو میاد میخورتت. میخوان بچه رو خواب کنن، میگن لولو میاد. اینا میخوان ملت رو خواب کنن تا نواقصی رو که در عهد اداره کردن مملکت مردم احساس میکنن اینها رو توجه بهش نکنن، میگن امریکا میاد، لولو میاد بخواد بخورتتون. این حرفاره، این تهدیداره، این اسم دشمناره هی مرتب میارن. هر کسی رو که مخالفت بکنه با فکرشون و دیگر اندیش باشه فوراً اون رو عامل دشمن و عامل خارجی معرفی میکنن تا از صحنه بیرون کنن. ای بینندگان عزیز، فراموش نکنید عید نوروز نزدیک میشه، عید اضحا و قربان نزدیک میشه. این عیدها رو بزرگ بدانید و زندانیار ما رو از زندان بیرون بیارید. اکبر گنجی هنوز زندان است. برید اونجا و تظاهرات دوستانه با نوشتن نامه، با تلفن کردن، با یادآوری کردن به اجتماع خودتون، به دوستان خودتون، یک بند بگید اکبر گنجی زندانه و دیگران هم زندان هستن. اینا را از زندان بیرون بیارید، اینا دیگر اندیشان. اخیراً من کتاب ایشون را مطالعه می‌کردم، دارد بر این که 11 مرتبه چاپ شده کتاب ایشون، همون کتاب اخیری که چاپ کردن، واقعا پر از علم و دانش و تاریخ و حقیقت. هر مرتبه ای که میخونم استفاده میکنم از او. این نویسنده رو گرفتم کردم تو زندان. چرا؟ چرا قلم ها رو میشکنید؟ قلم شکستنی نیست.
خودتون را و مقام خودتون را میشکنید اگر جسارت به قلم بکنید. قلم را خدا در قرآن قسم میخوره، نون و القلم و ما یسترون در قرآن کریم به قلم خدا قسم میخوره، یعنی قدرت قلم این است. قلم گفتا که من شاه جهانم، قلم زن را به حکمت و دولت میرسانم. این مقام قلمه. کسی که قلم مینویسه با قلم، قدر او را بدانید. ای رئیس جمهور جدید، برو با دست خودت معذرت بخوا و آقای اکبر گنجی را بیرون بیارید، معالجه بکنید. صدمه دیده در زندان شما، زندانهای پر از شکنجه، زندانهای پر از الم و رنج و ناراحتی. والله در زمانهای گذشته یک همچین زندانهایی که شما امروز تهیه کردید از بر مردم نبود. آخه ما دیدیم در این 50-60 سالی که بودیم، در اروپا بودیم، در مشرق زمین بودیم، در آسیا بودیم، در هندوستان رفتیم، یه همچین کارهایی که شما کردید در اونجاها نبود و نکردن. شما به نام دین و به نام اسلام این جنایت ها رو بر مردم روا داشتید. توبه بکنید و زود این تصمیم های جدی را از برای خدمت کردن به مملکت و به دین و به اسلام زود تصمیم بگیرید. آبروی لباس روحانیت از بین رفته، در تهران دخل میکنن کسی اصلا نمیتونه با عمامه بیاد بیرون. چه کردید شما؟ آخه کجای کاری؟ اون وضع روحانیت، اون وضع مواد مخدر، اون وضع اقتصاد، 20% انترس و نزول میدید از برای پولی که بذارن در بانکای شما. اینا رو باهاش چیکار میکنید؟ چرا اقتصادتون اینقدر؟ اینجا یک چهارم، یعنی یک ربع دلار، یک چهارم انترست اگه میخواد بیاد بالا، دنیا رو هم میاد تا یک چهارم انترست رو بیارن بالا. چطوره که شما اینقدر نزول و انترست میدید برای پولی که تو بانکتون میذارن؟ این چه اقتصادی؟ من سر در نمیارم. هیچ اقتصاددانی سر در نمیاره. تأسف میخوره بر شما. وعده هایی رو دادید در ایامی که میخواستید رئیس جمهور بشید، چرا به وعده هاتون عمل نمی کنید؟ حالا تعریف میکنن از اینی که امریکا میخواد حمله به ایران بکنه. شما خیالتون میرسه به این بهانه ای که میگن شما میخواید چیز مواد اتمی و نیروی اتمی درست بکنید؟ اینا همش دروغه. شما هم دروغ میگید، اونا هم دروغ میگن. خریدار دزد و فروشنده دزد. کجا صلح باشد میان دو دزد؟ اینا میخوان موضوع نفت رو کنترل بکنن و شما میخواید نفت رو به چین و هندوستان و گاز و اینها بفرستید، بازار اینا رو خراب کنید. به این بهانه عراق رفتن و به این بهانه هم میخوان به ایران بیان. باید زرنگ باشید. کارهایی که میکنید با لطافت و زرنگی و سیاست فکر خودتون رو جلو ببرید. باجم باید بدید، بالا برید پایین بیایید، باج اینا از شما میگیرن. خیالتون نرسه شما میتونید از باج دادن نجات پیدا بکنید. چینش هم باج میده، ژاپنش هم باج میده، اروپاش هم باج میده، خود امریکا هم در موقعش باج میده. 200 بیلیون دلار الان امریکا کسر بودجه با چین داره، باج داره میده به چین، برای خاطر اینکه چین قدرت صنعتیش و جنسش انقدر زیاد بازار اروپا و امریکا رو برده خورده. یک همچین قدرتی داشته باشید، قدرت اقتصادی داشته باشید، نه اینکه فرشار اوردید اینجا در این حراج تلویزیون ها اینطور ارزون میفروشید. این قدرت نیست. قدرت اینه که با علم درایت و با بیان صحیح و با آدم های با تجربه. شما آدم های با تجربتون از مملکت بیرون کردید، مغزها فرارین، مردم میخوان فرار کنن از ایران. چرا؟ برای خاطر اینکه در ایران برای اونها شرایط سخت، استعمار به شما میگه این شرایط را اجرا کنید. نیروی توریستی در ایران فلجه. چرا؟ چون استعمار نمیخواد توریست بیاد اونجا، برخاطر که توریست که بیاد اطلاعات میاره، توریست که بیاد دلار میاره،
توریست بیاد قدرت میاره و علم میاره. شما انقدر دست پای توریست میبندید، زناشون باید اینجور چادر بپوشن، مرداشون باید اینجور ریش نتراشن، کراوات نداشته باشن، این محدودیت ها رو میکنید. خود استعمار یاد داده به شما با وسائل مختلف. استعمار بود که شاه را از ایران برد، نه کسی دیگه. استعمار بود که شما را نگه داشته، نه کسی دیگه. اسلام کار به این چیزا نداره. اسلام شما را حفظ نکرده، شما اسلام را از بین بردید و حفظ نکردید. دست درارید ای کلا نمدی ها، فکر چه کارید ای کلا نمدی ها. یادش بخیر میرزازاده عشقی، این شعر مربوط به اوست. اون هم گریه کرد و استعمار و اون ظلم و ستمی که در زمان پهلوی بود او را از بین برد، کشتن او را. میرزازاده عشقی میگوید دست درارید ای کلا نمدی ها، فکر چه کارید ای کلا نمدی ها، از چه خمارید ای کلا نمدی ها. وقت اون رسیده که ما واقعا به دین واقعی اسلام، به حقیقت اسلام پی ببریم، به مرحمت و لطف و محبت اسلام پی ببریم، به اخلاقیات اسلام پی ببریم، به این خرافاتش، به نام نوشتن در چاه انداختن، در چاه جمکران انداختن. اون هفته هم گفتم، باز هم باید بگویم، دست بردارید از این خرافات. نامه علم و دانش بنویسید که اقتصادتون خوب بشه، سیاستتون خوب باشه، فهم و شعورتون خوب باشه، دنیا دامنش برای شما باز بکنه. بهتره که هرچه زودتر به خودمون بیاییم و از این خواب خرگوشی بیدار بشیم، تا این رسانه های مزدور انقدر به ما فحش ندن، به اسلام ما و به روحانیت ما و به دین ما توهین نکنن. خودمون باید چاره کنیم نه دیگران. امیدوارم که انشاءالله این عرایز من و این یاداوری های من تأثیر داشته باشه، یک نفرم هدایت بشه، من خوشحال میشم. یک نفر هم راه راست را پیدا کنه و عمل بکنه، این موجب سرفرازی دین و سرفرازی ماست. اگر مطالبی رو دارید به شماره 415-454-6666 در این تابلو پشت سر من این طرف نوشته شده و شاید اون زیر هم برای شما این شماره رو بگذارم. اگه مطالبی مفیدی رو که دارید نمیخواد تلفن کنید و تقدیر کنید و تعریف از برنامه من بکنید، اون دردی رو دوا نمیکنه، حاجتی رو روا نمیکنه. اگر مطلب مفیدی رو دارید تلفن بفرمایید، راهنمایی بخواهید، کمک بخواهید، کمکی بخواهید بدید از نظر علمی و اطلاعات و دانش، کمک مالی ما لازم نداریم، نه کمک مالی به کسی میتونیم بکنیم در این وقت بسیار سخت و نه از کسی هم کمک میخواهیم، اما کمک علمی و دانشی و دعایی میخواهیم و ما هم کمک میکنیم به شما از نظر دانش و معلومات و اطلاعات. این کمک را هم اگر توانایی داشته باشیم راهنمایی میکنیم انشاءالله. و نظرتون باشه، فکر خودتون خودتون باید باشید، فکر جووناتون باشید، فکر آیندهتون باشید، فکر ایران عزیزتون باشید. حرف این تلفزیون هایی که بد و بیراه به مبادی دینی ما میگن و مبادی علمی ما میگن، فکر اونا رو نکنید، اصلا نشنوید، گوش نکنید به این رسانه هایی که بد و بیراه به مقدسات ما میگن و به کشور ما میگن و به روحانیت ما میگن. روحانیت ما نقصی نداره. حالا 4 نفر آمدن و به نام روحانیت یک حرفای بی خودی رو میزنن، اینها دوام نخواهند داشت. بدتر از اینها بودن، گنده تر از اونها بودن و از بین رفتن، نامشون هم از بین رفت، قبرشون هم باقی نمیمونه. شما فکر نکنید که این 2 روزه دنیا قدر شما از بین میره و فکر شما از بین میره. قدر ایران و قدر مملکت و قدر اسلام و قدر عبادات و قدر تعالیم اسلامی رو بدانید. خودتون اگر قدر دانستید، هر کس که
شکر نعمت بکند، نعمتش افزون شود، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اینها رو در نظرتون باشه و از خدا بخواهید که یار و یاور شما باشه. خدا کسی است که شما رو کمک میکنه، نه نامه نوشتن به کسی. خدا شما رو کمک میکنه، نه بنده خدا. خدا رو یار و یاور خودتون بدانید و درود فراوان بر شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.